چگونه خود را آماده رمضان مبارک سازیم؟ به گناهانتان یعنی چیزهای حرام، دوستی حرام، موسیقی اصرار نورزید، به خاطر الله آن را ترک کنید. نمازتان را در وقتش ادا کرده و خصوصا نماز صبح را هرگز فراموش مکنید. راز و نیاز با الله، یعنی یک وقتی را مشخص کنید تا هر روز در همان وقت با الله راز و نیاز کنید. قرآن کریم را همه روزه تلاوت کرده، اگرچه به اندازه یک صفحه و یا یک باید باشد. دعاهای خود را بکنید اگرچه ناامید شده بودید. حتی اگر چیزی نمی خواستید، روزی فرا خواهد رسید که بگویید دعایم قبول شد. دعا یگانه عبادتی که هیچگاه رد نمی شود. نمازهای نفل را به کثرت بخوانید. اگر عادت دارید روزه بگیرید، روزهای پنجشنبه و دوشنبه را، و همچنان خیرات، صدقات، زکات دان را در این مابد هیچون بهترین ما به خاطر خیرات و زکات و صدقات اینمی ماه شعبان است، و همچنان نمازها را سر وقت بخوانید و نماز نفل تا می توانید بخوانید بدون سه وقت. با نفس خود تا حد امکان مبارزه کرده، او را نگذارید که از هیچ راهی به شما نزدیک شود. سجده بسیار کنید. هنگامی که با مشکلی روبرو می شوید، به کسی شکایت نکنید، بلکه سجده کنید. به زودی اثر آن را در قلب خود خواهید دید. تعجد بخوانید و در هر بار کوشش کنید که نسبت به قبل نماز بیشتر بخوانید. قلب خود را از هر نوع کینه و کدورت پاک کنید. هدف خود را بهشت قرار داده و به خاطر آن کار کنید. وقت خود را در چیزهای بیهوده سپری ننموده، بلکه بیاموزید چگونه لحظه لحظه عمر خود را در طاعت و عبادت سپری کنید.